بررسی های انجام شده نشان می دهد وضعیت آزادی های دینی و عقیدتی در کشور مراکش روز به روز وخیم تر می شود. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارشی نسبت به این موضوع هشدار داده و خواستار تعامل بهتر حکومت مراکش با موضوع آزادی بیان و عقیده شد. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود که در پایان سال 2022 میلادی درباره آزادی‌های دینی در کشورهای مختلف جهان منتشر کرد، به موضوع سرکوب شیعیان در کشور مراکش اشاره کرد. در بخشی از این گزارش که به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده آمده، شیعیان در کشور مغرب با موانعی از سوی سازمان‌ها، نهادهای دولتی و حکومتی مواجه می‌شوند و در اجرای مراسم و مجالس دینی و مذهبی خود با مشکلات و موانعی مواجه هستند. از همین رو از سر ناچاری به پنهانکاری و مخفی کردن مجالس خود روی آوردند. این گزارش می‌افزاید برخی شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت در مغرب که از سوی دستگاه قضایی این کشور به اتهام برگزاری شعائر دینی محکوم شده اند، محاکمه شدند. این گزارش می‌افزاید در حال حاضر 1% از جمعیت مسلمانان این کشور را شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تشکیل می‌دهند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود فاش کرده که وزارت اوقاف و شؤون اسلامی مراکش بر همه محتواهایی که توسط ائمه جماعت مراکش در خطبه‌های نماز جمعه قرائت می‌گردد نظارت کامل داشته و در آنها دست می‌برد، که این خود نیز جزء اقدام‌های مخالف آزادی بیان و آزادی دینی به شمار می‌رود. طبق آمار به دست آمده توسط خبرنگاران اخبار شیعه، شیعیان مراکش هر ساله به طور مخفیانه مراسم عزاداری روز عاشورا را برگزار می کنند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. مصطفی اکوند، مدیر سازمان شیرایس واچ از واشنگتن با ما همراه هستند. آقای اکوند سلام، وقت شما بخیر. سلام میکنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. کمی در مورد وضعیت شیعیان مغرب بگویید. متاسفانه همجور که شما در خبرتون آوردید، شیعیان 1% جامعه مغرب رو تشکیل میدن و سالهای سال هست که به خاطر فشارهایی که از روی دولت و امام جماعتهای مساجد مختلف بر روی شیعیان میاد و اون هدفی رو دارن که دین تشیع و دین شیعه در مغرب پخش نشه، تمام سعیشون رو میکنن که محدود بکنن شیعیان رو. ما این رو در کشور مصر هم قبلا دیدیم که دولت و مراکز دینی این فشار رو روی شیعه ها میارن به خاطر اینکه از گسترش تشیع در کشور خیلی بیم دارن و وزارت اوقاف مغرب تمام سعیش رو میکنه که نظر شیعیان به راحتی تمام مراسمی رو که دارن اجرا بکنن، با اینکه کشورهای عربی و مغرب با هم یک عهدنامه ای رو به عنوان مراکش دکلریشن امضا کردن که آزادی بیشتری رو به ادیان بدن در کشورهای مختلف مثل مغرب، اما با اینکه این احکام امضا شده و تمام سعی این هست که آزادی دینی داده بشه، اما این آزادی شامل شیعیان نمیشه و تمام سعی این هست که این در جامعه بین الملل نشون بدن که آزادی در کشور هست، اما در عملا اولین کسی که مورد هدف قرار میگیره شیعیان مغرب هست. شما به عنوان سازمان دفاع حقوق شیعیان چه اقداماتی در راستای دفاع از شیعیان مغرب انجام داده اید؟ ببینید، اولین راه بردی که ما راهکاری که ما داشتیم اولا گسترش آگاهی و معرفی کردن شیعیان به جامعه بین الملل و به ارگان‌هایی که ما میتونستیم دسترسی بهشون داشته باشیم، به مغرب داشتیم و با کشور و مؤسسات مختلف، مؤسسات مدنی مختلف دیگه در حال همکاری هستیم که بتونیم اولا آگاهی رو برسونیم و در این حال ببینیم که چه راهکارهایی رو میشه جلو برد برای
دادن آزادی بیشتر به شیعیان، مثل مغرب و کشورهای مختلف دیگه‌ای که الان این فشار روی شیعیان هست، هدف اصلیشون هدف سیاسی هست و به خاطر سیاستی که اعمال میکنن در کشور فشار بیشتر روی شیعیان میاد به دلایل مختلفی که خودشون برای خودشون دارن و هیچ وقت سعی نکردن که پای میز مذاکره با شیعیان اون کشور بشینن و ببینن هدف اونها راهبرد زندگی اونها و چجوری میتونن در جامعه مورد حمایت باشن و چطور شیعیان تونستن در این سالهای اخیر به خصوص به پیشرفت و گسترش جامعه خودشون کمک بکنن. این اولین راهی هست که ما داریم به پیش میبریم و با سازمان ملل هم در به خاطر همین در مذاکره هستیم که بتونیم هر چه بیشتر دولت یا ارگانهایی رو که ضد شیعه کار میکنن رو اقلن پای میز مذاکره با شیعیان اونجا بیاریم و بتونیم خود شیعیان رو معرفی بکنیم که شیعیان مغرب مثل شیعیان کشورهای دیگه شیعیان مستقلی هستن، انتماعی به کشورهای دیگه ندارن و تمام هدفشون این هست که بتونن آزادانه به دین خودشون بپردازن و تمام سعیشون رو بکنن که بتونن جامعه رو به پیشرفت برسونن. شیعیان ما در کشورهای مختلف مخصوصا در مغرب نشون دادن که به سطح بالای علمی و آگاهی رسیدن و در دانشگاه عرفه کردن و تونستن که اون هر چقدر میتونن به عنوان یک شهروند اون کشور به خود مردم خدمت بکنن. این چیزی است که ما الان راهبردی است که ما پیش بردیم و داریم سعی میکنیم که هر چقدر بهتر بتونیم این آگاهی رو برسونیم. بله، با تشکر از آقای مصطفی اکوند که از واشنگتن با ما همراه بودند.